عناوین اصلی خروج اضطراری نیروگاه بوشهر از مدار تولید برق به دلیل نقص فنی بیشرمی رئیسی در پاسخ به خبرنگار الجزیره و جنگ کفدارها حمله متقابل احمدی نژاد به بیت خامنه ای و افشای خیانت خوجسته به سید به کیوسک خوش آمدید کانال 24 تلویزیون اسرائیل ساعتی پیش با قطع برنامه های عادی خود اعلام کرد اسرائیل نیروگاه بوشهر را از کار انداخته است. خبرنگار این شبکه در این باره می گوید نخستین بار است که ایران از تعطیلی استراری نیروگاه بوشهر خبر می دهد. این حادثه می تواند به تازه ترین مورد از انفجارهای مرموز و نقص فنی در سایت های مرتبط با برنامه هسته جمهوری اسلامی مربوط باشد. By the way, Kalev, in the last few hours, reports out of Iran that the nuclear power plant in Bushehr has had a surprise emergency shutdown. We don't really know why. Of course, there have been acts of sabotage committed in Iran in the past, often associated by foreign media outlets to Israel. We don't know what happened in Bushehr, but it will be interesting for us to find out. But certainly, from Israel's perspective, full speed ahead with its policy toward Tehran. No difference from the policies under Prime Minister Netanyahu. No, it certainly looks like nobody's policies are changing here as a result.

در این اطلاعیه بدون توضیح بیشتر اضافه شده پس از رفع نقص فنی و ظرف چند روز آینده این نیروگاه مجددا به شبکه سراسری برق خواهد پیوست خبرگزاری ایلنا در گزارشی روز دوشنبه 31 خرداد ادعا کرد نیروگاه بوشهر در حال تعمیرات اساسی است این خبرگزاری این تعمیرات را مرتبط با افزایش مصرف برق در تابستان دانست معاون هماهنگی شرکت توانیر نیز گفت با خروج اضطراری سه چهار روزه نیروگاه اتمی بوشهر با کاهش هزار مگاواتی تولید برق مواجهیم توی خبرها اعلام شده و ممکن شما هم شنیده باشید که به هر حال بخش اتمی نیروگاه به اندازه سه چهار روز خروج اضطراری داشته و داره از دیروز خارج شده خب وقتی شما هزار مگاوات نیروگاهاتون رو از دست میدید این احتمال وجود داره که خاموشی اعمال بشه برای خاموشی و از کار افتادن مشکوک نیروگاه اتمی بوشهر دو هفته پس از انفجار مهیب در پالایشگاه تهران رخ میدهد پیش از آن هم چندین انفجار و آتش سوزی مشکوک از جمله در تأسیسات پتروشیمی اسلویه، کارخانه صنایع شیمیایی نارگستر سپاهان در شاین شهر اصفهان شرکت پتروپالای شکنگان و پالایشگاه آبادان رخ داده بود در این میان شماری از کامنت گزاران گزارش های رسانه ای و کاربران شبکه های اجتماعی گمان زنی کردند که دلیل خاموشی نیروگاه بوشهر ناشی از خرابکاری یا اتفاقاتی مشابه نیروگاه نتنز است. در چندین کانال تلگرامی وابسته به سپاه نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفتند که چگونه ممکن است که ایران باز هم مغلوب جنگ با اسرائیل شده باشد. کانال آواتودی هم اعلام کرد که خرابکاری بزرگی در نیروگاه بوشهر اتفاق افتاده است که رژیم به دلیل انتخابات آن را از مردم پنهان کرده است. خاموشی اضطراری نیروگاه اتمی بوشهر که بخش عمده از فعالیت های آن تحت کنترل روسیه است مردم این منطقه از کشور را به شدت نگران کرده است نیروگاه بوشهر با تهران 1200 کیلومتر فاصله دارد اما فاصله آن با سواحل کشورهای عربی جنوب خلیج فارس در برخی مناطق به کمتر از 300 کیلومتر رسد و به این دلیل آنچه در این نیروگاه اتفاق می افتد برای آنها اهمیت فوق العاده دارد اما دلیل دیگری وجود دارد که می تواند نیروگاه بوشهر را به خطرناک ترین قطعه معمای اتمی ایران بدل کند و این احتمال وجود دارد که عدم برنامه ریزی دقیق و مشکلات فنی مداوم آن را به چرنوبیل دیگری بدل کند و موجب وقوع یک فاجعه انسانی شود که پس لرزه های زیان های اقتصادی سرسامآور آن سراسر این منطقه نفتخیز را فرا گیرد. مشکلات فنی دوازده ماه گذشته در این نیروگاه نگرانی های بسیار جدی در مورد ظرفیت و توانایی ایران برای بهره برداری از این نیروگاه مطرح کرده است خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع روسی گزارش داد زمانی که مقامات مسئول نیروگاه بوشهر چندین پیچ و مهره را زیر سلولهای سوخت دستگاههای این نیروگاه پیدا کردند در ماه اکتبر فعالیتهای آن را به حالت تعلیق درآوردند تا آسیب احتمالی به این تأسیسات را محدود کنند زمانی که ایران مقامات آژانس بینالمللی انرژی اتمی را در مورد موارد انتقال ناگهانی سوخت مطلع کرد این آژانس در گزارش ماه نوامبر خود به این نکته اشاره کرده بود و مقامات غربی در این مورد ابراز نگرانی کردند شیخ صباح الاحمد آل سباح امیر کویت از تهران خواسته تا برای حصول اطمینان از امنیت کشورها و مردم منطقه با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نزدیکتری داشته باشد و علاوه پرسش های جدی در مورد توانایی حکومت ایران برای اقدام فوری و واکنش در برابر یک فاجعه اتمی بزرگ وجود دارد ایران به هیچ وجه از توانایی های آمادگی عمرانی و شهری برای واکنش نسبت به تراژدی هایی در مقیاس چرنوبیل و یا فوکوشیما برخوردار نیست. دو دهه است سیاست های اتمی جمهوری اسلامی از اصلی ترین دلایل بحران های سیاسی و اقتصادی کشور شده که گریبان مملکت و مردم را گرفته است. مقامات نظام اصرار دارند برنامه های اتمی ایران صلح است. با این حال بر اساس گزارش حکومتی سهم انرژی هسته در تولید برق کمتر از دو درصد است. همزمان مقامات جمهوری اسلامی از تکمیل برنامه هسته ای همواره به عنوان تهدید جهت باج گرفتن از کشورهای غربی استفاده می کنند. حالان که اگر برنامه اتمی برای مصارف صلح است، دلیلی برای تهدید و احساس خطر از سوی کشورهای منطقه و جهان نمی بایست وجود داشته باشد. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه که خرداد نخستین نشست خبری خود پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را با موضوع تبیین برنامه های کلی دولت سیزدهم و با حضور خبرنگارانی از رسانه های داخلی و خارجی برگزار کرد مهمترین سوال در این نشست خبری را خبرنگار الجزیره از او پرسید خبرنگار الجزیره درباره های حقوق بشری علیه وی و نقشش در اعدامها و تاثیر این وضعیت در نحوه تعامل با رهبران کشورهای جهان به ویژه کشورهای غربی و این که آیا او قصدی برای سفر به کشورهای غربی دارد پرسید ابراهیم رئیسی در پاسخ گفت که او مدافع حقوق بشر است ولی به احکام اعدامی که علیه مخالفان سیاسی و معترضان صادر کرده است افتخار می کند. انگلیسی هستم و این سوال رو مطرح می کنم جناب آقای رئیسی تحریم هایی علیه جناب وجود دارد و همینطور اتهاماتی علیه شما از سوی برخی سازمان های حقوق بشری مطرح است. اخیرا سازمان عفو بینون اتهاماتی رو وارد کردن در خصوص نقش شما در برخی از اعدام ها این مسئله چه تأثیری میتواند روی نحوه تعامل شما با دیگر رهبران کشورهای جهان داشته باشد به ویژه کشورهای غربی و اینکه آیا قصد دارید به کشورهای غربی سفر بکنید یا خیر متشکرم من از ابتدای مسئولیت به عنوان یک حقوقدان همواره مدافع حقوق مردم بودم حقوق بشر مهوری ترین نکته بوده که من همواره در همه مسئولیت ها دنبال کردم آنانی که اتهام میزنند باید گفت که امروز ما در جایگاه مدعی قرار داریم به عنوان مدعی حقوق انسان تمام اقداماتی که من در این مدت مسئولیت انجام دادم همواره در جهت دفاع از حقوق بشر و حقوق انسان بوده با کسانی که اخلال در حقوق انسانها ایجاد کردند دست به های داعشی زدند دست به اقدامات ضد زد امنیتی زدند همواره در دستگاه قضایی و به عنوان یک حقوقدان به عنوان یک قاضی مدعی حقوق انسانها بودم و در جایگاه دفاع از حقوق بشر امروز کسانی که نقض حقوق بشر می کنن در دنیا اونها باید پاسخگو باشند که چگونه جلوی چشم همه مردم دنیا دارند نقض حقوق انسانها ها می کنن. اگر یک حقوقدان یک قاضی در کسوت قضاوت یک دادستان دفاع کرده از حقوق حقوق مردم از امنیت جامعه او باید مورد تقدیر قرار بگیرد و مورد تشویق که شما مردم رو در مقابل حجوم ها و تهدید ها امنیتشون رو حفظ کردید من افتخارم آن است که در کسوت دادستان هر کجا که بودم دفاع از حقوق مردم، دفاع از امنیت مردم و دفاع از آسایش مردم خواهم کرد. امروز هم در جایگاه ریاست جمهوری خود رو موظف می دانم به دفاع از حقوق بشر از هر قومی با هر گویشی در هر کجای از دنیا باشد خود رو موظف می دانم از حقوق انسانها دفاع کنم و اگر امروز کسانی که مدعی حقوق بشرند با به وجود آورندگان داعش و گروه های مسلحی که به جان مردم و جان ملت ها انداختند آنان مورد معاخزه و محاکمه قرار بگیرند یقین بدانید دنیا به صلح و امنیت خواهد رسید چون به وجود آورندگان داعش و گروه های مسلحی از این قبیل که به جان ملت ها انداختند اینانی که به وجود آورندگان این گروه ها بودند خودشون اگر مورد معاخذه و سوال قرار بگیرن قطعا بدانید که ملت ها در صلح و آرامش و دوستی به سر خواهند برد خیلی متشکرم از خبرنگار محترم شبکه الجزیره دعوت میکنم. ابراهیم رئیسی در دهه 60 به عنوان رئیس دادگاه انقلاب و همچنین عضو هیئت مرگ در اعدام مخالفان سیاسی نقش مستقیم داشته است. بسیاری از اعدام شده ها افرادی بودند که دوران محکومیتشان به پایان رسیده بود و یا احکام زندان داشتند. ابراهیم رئیسی در دهه 70 نیز به عنوان نماینده رئیس قوه قضایی مسئول صدور احکام اعدام برای معترضان در شورش کوی طلاب مشهد است. بیش از دوازده سال پس از برکناری حسن خوجسته باقرزاده برادر زن خامنه ای از ریاست رادیوی جمهوری اسلامی احمدی نژاد فاش ساخت که وی قصد سفر به تلاویف را داشت اما پس از نشت این خبر از سمتش اخراج شد در این زمینه محمود احمدی نژاد مطلبی به شرح زیر منتشر کرد بسم الله الرحمن الرحیم فردی که همزمان با دولت نهم نه رئیس رادیوی جمهوری اسلامی بود و با سوء استفاده از رسانه ملی به شدت علیه این جانب تخریب می نمود و صرفا به دلیل پافشاری این خادم ملت بر حقوق مردم و ضرورت انتخابات آزاد و مردمی در فضای مجازی این جانب را حرامی نامید ظاهرا او فراموش کرده است که به مدت دو هفته به اتفاق خانوادهاش میهمان یک شرکت اسرائیلی در هند بوده است و قرار می شود در سفر بعدی از طریق ترکیه به تلاویف برود. پس از اطلاع این جانب به عنوان رئیس جمهور از این ماجرا و دستور جلوگیری از سفر به اسرائیل و نجات وی از این رسوایی و منجلاب از ریاست رادیو ازل شد لیکن بنا به به مسائل ایشان رسیدگی نگردید حالا حرامی کیه روز گذشته حسن خوجسته گفته بود حرامیان این حرم با امتحان انتخابات شناخته شدند آنکه گفت رأی نمیدهم و از کسی حمایت نمی کنم. اما هنوز ساعتی از این حمله خوجسته به احمدی نگذشته بود که منتصب خامنه ای در سال 88 برادر همسر وی را هدف حمله متقابل قرار داد و وی را حرامی و جاسوس اسرائیل خطاب کرد لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.